بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين. لا سيما المهاجرون والانصار والذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين وجعلنا من المتبعين لهم باحسان يا اكرم الاكرمين اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم يا كافي كل شيء اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير يا رب تكون كونك راهي حق يوم ترى حقيقه را حق از لغزش و از خطا نگه دار مرا نگذار که یک حق گویم یا رب تو مرا به سوی حق راهنما بر کسب رضای خود هوا خواه نما آگه نیم سود و زیانم در چیست بر سود و زیان مرا تو آگاه نما با حمد و سپاس و ستایش بیهد بر خالق عزوجل تنها خالق و تنها مالک تنها مدیر و تنها مدبر تنها روزی دهنده و تنها پغیر کننده تنها مریض کننده و تنها شفا دهنده کارها تنها و تنها در دست اوست و هیچ مخلوق دیگری نفرشته ای نه پیغمبری نه امامی نه عالمی نه شهیدی نه بزرگی نه کوچکی بر خلاف غالیان ایسا پرست و علی پرست در ملک, ملک و ملکوت او شریک نیست او ذاتاً سمد است و بینیاز همه کس در همه چیز به همه چیز به او نیازمندند و او به هیچ چیزی و به هیچ احدی نیازی ندارد و برای چنین دعوت روشن و توحید واضحی پیغمبران فرستاده که درود خداوند بر اون پیغمبران راستین از آدم تا خاتم به خصوص به سرورشان و پرشمدارشان و رهبرشان و پیشنمازشان درود خدا برو باد که با تحمل رنجهای فراوان گنج آسمانی را به ما رسوند و درود بر اطرت طاهرهش بر همسران پاک دامنش بر شاگردان باوپایش، بر اصحاب گرانقدرش که به کتابش چنگ زدن به احکامش عمل کردن دعوتش را سراسر دنیا منتشر کردن و با فدا کردن جان و مال خود در راه او بهشت برین را خریدار شدن و خداوند در قرآن کریم خیلی صریح و روشن از اونها تمجید کرده در چندین آیات و حتی به همه مردم از اهل بیت و غیر اهل بیت دستور داده که بعد از محمد صلی الله علیه و آله علی و از شاگردان او که مهاجرین انصار باشند پیروی کنند المهاجرون والانصار والذین و به رضی الله عنهم رضوان و نفرین خدا بر اونها باد که که با گلوه خود با افراد خود با تندروی خود با گمراهی خود چند نفری از اهل بیت را معصوم کردند و خدا کردند چارده معصوم و چارده خدا تراشیدند و بقیه دسترنج بیست ساله محمد را بعد استهزا و تکویر گرفتند و این قالیان خود را شیعه می نامند. در صورتی که به آل بیتی که ربطی ندارن آل بیت علیه مسلم ایمه آل بیت همشون تابع قرآن و سنت بودن مثل بقیه مسلمان ها هیچ اختلاف عقیدتی با اونها نداشتن حتی یزید و حضرت حسین چون این اختلافی که شیعه درست کرده نداشتن با هم دیگه و خداوند به ما توفیق بدهد که هموطنان ما را اکثران که اکثران فریب این دجالان را خوردن بیدار کنیم از چاه زلالت بیرون بیاری ای خدای ما را هدایت کن و به وسیل ما هموطنان را هدایت کن اللهم اهدنا و اهد بنا و ادخلنا الصالحين رسول اکرام صلی الله عليه وسلم می فرمیند که بہترین سخان سخان خداوند است و بہترین رحمود رحمود نبوی

آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين زه بوشت بني ادم بول بشر زه عهد الاست ان شهيد اگر گرفت از ضروری انسان گواه که آیا نباشم شما را اله به گفتند آری گواهی دهیم به یک تاییت نیز سر می نهیم پس چرا میری سراغ امام ها پس چرا میری سراغ قبر ها چرا میرس سراغ مرده ها از این روی یزدان بالا و پست گواهی گرفت از شما در عرست که روز قیامت نگویید ما نبودیم آگاه از این ماجرا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بني آدم مِنْ ظهورهم ذريتهم از منصرف میشه به زمان یعنی یاد بیاور اون وقتی را که خداوند از بنی آدم پیمان گرفت اینجا پیمان گیرنده خداونده پیمان دهنده بنو آدمی فرزندان آدم زوریاش این آیه رو به دقت تأمل کنیم اینجا خداوند پیمان میگیره بنی آدم پیمان میدهند بنی آدم فرزندان آدمان از آدم تا قیام قیامت و رسول خدا صلی علیه و در حدیثی که حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روايات مكانه در روايات الترمذي كبعض يوم حادثه سقوط سيء لي خلق الله ادم مسها ظهره فسقط من ظهره كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه وقتي ك خداوند ادمو خلق کرد پوشاشرام بس کرد وحميز وجود بنی آدم از پشت اون ظاهر شد تا روز قیامت و در بین چشمان هر انسانی پرتوی از نور گذاشت بعد اونها رو به آدم عرضه کرد آدم گفت که ای رب من ها اولا اینا اند؟ فرمود که ها اولا ذریتک اینا ذریت هستن سراری تو رجلا منهم فعجبه و میذ ما بین عینه مردی از اونها را دید که پرتو و میان چشمانش او را به بش شگفتی واداش گفت که خدایا ای پروردگارا این کیه خداوند فرمود که این آخرین پرد از ذریه در میان امت هاست که بهش داود گفته میشه گفكر ربك كم جالت عمره عمره شو چغات قضا شي گفكه 60 سال گفكه اي خدایا از عمر من 40 سال به او بده فلما قضى عمر ادم جاءه ملك الموت وقتكم عمر ادم تمام شد فرشته المرد بسرغشمان وقال اولم يبقى من عمري 40 سنه او من عمر من 40 سال نموده فرشته گفت که آیا اونو به فرزند داوود ندادید؟ قال فجهد آدم فجهد ذریتو آدم انکار کرد انکار کرد یا معنی فراموش کرد یعنی نه انکار گلو انکار عناد یعنی و فرزندانش هم فراموش کار و آدم اشتباه کرد و فرزندانش هم خطاکار شدن مقصود که زراری زوریه بنی آدم علیه السلام از پشت آدم گرفته شد و هر کدوم از من شما قبل از اینکه در شکم مادر باشیم در پشت پدر بودیم و پدر همچنان در پشت پدر تا برسه به آدم مگه این کسی عقیم باشه و ها, و ها آخرین نسل از بنی آدم که که اونا دیگه زاد ولد نمی کنند. آخر قیامت بپا میشه آدم از اینجا ازش پیمان گرفته میشه به عنوان اولین خلق و دیگران از پشت تا پشت هر کدوم از من شما همچنان به آدم میرسیم و پیامبر خدا صلی الله علیه و اینو توضیح داده که خداوند با دستش بر پشت آدم مس کرد و زوریش را خارج کرد و به همه گفت که ادستو و رب بکن آیا من پروردگارتان نیستم این همه جا تأکید بر ربوبیت و الوهیت خداونده قالو بلا یعنی اهد و پیمان شون از همه ما انسان ها گرفته در فطرت و هر ذره از ذرات من شما همچون در گذاشته ازش اهد پیمان گرفته شده و و حیوان و منوی که در انسان وجود داره در واقع جزی از گذشته در پشتشه جزی از پدرش و جدش و حکازا تا به آدم برسه یعنی هر کدوم از من شما یک پاره ای از آدم را در خود داریم یعنی که نسل او هستیم ولی زا خدا من می فرماید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و الستو بکن آیا من ذریه شما نیستم؟ گفتن چرا؟ من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا؟ اعتراف میکنی؟ اینجا یک سال دیگه پیش میاد خب این زوریه قبل از خلقشون قبل از که به جسم تصویر در بیان به جسم در بیان چطور قابل به قابل نو... ب... نطقه هنوز منتظر تشکیل صورتشه و تا اینکه به شکل تخمک در شکم مادر بیاد بعد خلق بشه لیکن این بر کسیه که فکر میکنه که مخاطب خطاب پروردگار بر هر چیزی سخته یک انسان میتونه چند تا زبان یاد بگیره و دیگران یاد بده بلکه حتی بدون زبان با اشاره میتونه با دیگران تفاهم بکنه وقتی یک انسان چند زبان رو میدونه آیا خدا خالق انسانها نمیتونه با مخلوقش تف... مخا... محاوره بکنه آیا با کوها که جاندار نیستن مثل من شما خداوند میگه یا جبا مخاطب قرار نمیده یا جبال او بی ای کوه با داوود ذکر بگو و وقتی چونین انسان باید انسان مؤمن براش فهم این موضوع خیلی ساده خداوند هر مخلوقی را با زبانی که شایسته آن مخلوقه مخاطب قرار میده خداوند در سوره انبیا آیه هفتادنو میفرماید و سخرنا مع داود در جبال ما با داود کوه ها را مسخر کردیم که با او تسبیح میگفتند و کوه ها که تسبیح میگن پس یه زبان خاصی دارن مثل همه مخلوقات و این من شین لا یسبحو به حمده چون در سور اسراء آیه چار می خونیم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه که تسبیح خدا میگوید حمد خدا می گوید. حتی ذرات دست کافر تسبیح خدا میگه بدون اراده اون و همچنان که کوهاب با داوود تسبیح می وقتی داوود زبور میخوند کوها تسبیح میگفتن و این مخصوص کوها نیست بلکه این تسبیح گفتن مخصوص همه مخلوقات در قرآن میخونیم که خدامان به زنبور اصل وحی میکنه ان تخدیب نر جبال که در کوها و در از درختها خانه بگیر پس خدامان با هر کدوم از مخلوقاتش یک وسیله خطاب داره یک وسیله محاوره داره برکه اوست که این کائنات رو خلق کرده اوست که مخلوقات رو خلق کرده میدونه باشون چطوری حرف بزنه یه خطاب لفظ یه خطاب اشاره یه خطاب الهام یه خطاب وحی یه خطاب غریزه وقتی که میشنم که خداوند به زوری آدم میگه الستو تو براب بکن یعنی به زبانی که میفهمیدن قبل از اینکه به این شکل شکل تصویر در جسم در بیان و خداوند به زمین ها به زمین و آسمان ها گفت که اتیاتا و انا ها قال طائتين طاعين شون مخاطبشون قرابه بیایید چه اثر اختیار یا اجباران گفتن ما مطیعین و مورچه سخن سریمانو فهمید و باش باش حرف زد سلیمان حرفش رو فهمید باشید اگر خدا من زبان مورچه رو به سلیمان یاد نمیداد از کجا میفهمید قالت نمرتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا احتمنکم سلیمان و جنودو مورچه گفت ای مورچه ها داخل سرخاتو بشید داخل مسکن تو بشید که سلیمان و سربازان شما رو نابود نکنن و هم و حس نمیکنن شما یعنی مورچه هم چیزی که انسان میفهمه بنا به میفهمه با وجود سلیمان پیغمبری از پیغمبران خداست و و تعدیه بر خلق خدا نمی کنه لیکن اونها رو نمی و این مورچه که این حرف زد نگهبان باقی مورچه ها بود و همچنین هدهد میاد با سلیمان سخن میگه و از حالت بلقیس و قومش بهش خبر میده مقصود چیه؟ مقصودی که خداوند همه خلقش رو مخاطب قرار میده خلقش فقط انس نیستن و همه خلقش هم باش محاوره میکنن ولی این سوال نباید وارد بشه که چطوری ما قبل از که خلق بشیم خداوند با حد و پیمان باسته و خداوند قادره که قبل از اینکه من شما به شکل تصویر در بیاییم من شما رو مخاطب قرار بده قالو الستو براب بکن آیا من پروردگارتون نیستم گفتم چرا و این تمثیل فطرتی است که در نفس بشری قرار داده شده به به ودیعه نهاده شده گویا که خداوند سبحانه و تعالی در نفس بشری و در ذات انسانی یک سرشتی به ودیعه قرار داده که در, در پشت این طبیعت ماورا و طبیعی هست در پشت این هستی یک هستی دیگری هست که خداوند که اله قادر خلقش همه, همه را خلق کرده این مثال رو گاه گاهی خدمت ذکر کردم شما فرض کنید یه یک هواپمایی در یک صحرا بیفته خدای نکرده وقتی مردم از بیهوشی بهوش میان و ببینند که غذا آب غذا همه چیز اینجا هستش اولین سوالی که میکنن این سفره رو که اینجا پهن کرده ما که از هواپیما افتادیم این اولین سوالی که پیش میاد خب انسان بر این کائنات به عنوان مهمان اومده این کائنات بسیار بدی آیا شایسته نیست که از خودش سوال کنه که خالق این هستی کیه؟ این لامپی که من شما ازش استفاده میکنیم در ساختن شی دانشمندانی زحمت ها کشیده چه مهارت ها داده اند تا اینکه من شما این لامپ روشن بکنیم قرنها طول کشیده تا یه لامپی کشف شده آیا وقتی که این خورشید عالم تاب رو میبینیم که جهان رو روشن میکنه منظومه من شما روشن میکنه بدون هیچ کم و کاستی آیا نباید از خود سوال کن که اینو کی خلق کرده؟ بخصوص که هیچ مخلوقی نتونسته ادعا بکنه که اون خلقش کرده فقط خداونده که میگه من خلقش کردم میگه آسمان ها و زمین و آفتاب و محتاب و آنچه در میانش همه رو من خلق کردم پس این سخن یا اینکه درسته که درسته پس باید مطیع او باشیم او رو تنها عبادت کنیم پیر و پاتال و قلندر و امام و امامزاده و این صالحان و نیکان را با شریکش قرار بدیم یا اینکه نه این سخن صحیح, صحیح نیست پس باید بگردیم که اینها رو کی خلق کرده همجور خود به خود که معقول نیست خودش خوش میشه میفته که معقول نیست و چون هیچ کسی ادعا نکرده که این کائنات او خلق کرده پس تسلیم سخن پروردگار بشیم که حرفش رو قبول کنیم که معبودی جز اون نیست از فطرتی که در من شما گذاشته شده و درش ازش عهد و پیمان گرفته شده که پشت سر این جهان هستی یک ماورا طبیعی هست و پشت سر این کائناتی که به این عظمت به این قوت قدرتی هست که متناسب با این که این خلق کرده با این دقت چنان دقیقه که من شما ساعت رو بر حسب گردش خورشید و محتاب میزان میکنیم اگر حرکت این افلاک نمی بود آیا شب و روز به وجود می آمد؟ آیا می روز رو چند ساعت تقسیم کنیم؟ با چه دقتیه که من شما ساعت رو به اون تنظیم میکنیم تنظیم ساعت بر اساس گردش شبان روزه و و شمس و القمر با حسمان آفتاب و محتاب با دقت با حساب درست شده همچنان در سوره رحمان آیه پنجه و و این از آیات آیاتی است که دلالت بر کمال قدرت خداوند میکنه خداوند بیهوده اینا رو نیافریده ولی زمی فرماید در سوره یونوس آیه 5 لتعلم و عدد سنین و الحساب. تا اینکه عدد سالها و حساب رو یاد بگیرید ما از گردش خورشید و ماه یک مقیاس میگیریم برای خودمون اگر اینا با حساب و با دقت درست نشدون نمیتونستیم که اینها رو مقیاس قرار بدیم و ولذا این هستی با این دقت با این درجه از دقت خاص شده که میتونیم اونو به عنوان معیار بر ساعت هامون بر سال بر روز بر هفته قرار بدیم لیکن آیا اینو, اینو با عقل میشناسیم لیکن آیا میدونیم که با عقل میشه شناختی این نیرویی که در ورای این هستی از ما چه میخواد؟ نه عقل فقط من شما اون راهنمایی میکنه حد اکثر چیزی که اینه که که این جهان یه خالقی هست این مخلوق خالقی هست لیکن اسمش چیه؟ نمیدونیم وصفش چیه نمیدونیم چه از ما چه میخواد نمیدونیم اینجاست که باید, باید قاصدی بیاد از طرف خداوند تا مراد او را به ما برسونه مقصد او را به ما برسونه اینجاست که کاروان رسالت بر همه بشر آمده تا مراد حق را بر مخلوق برسونه هر پیغمبری که اومده اینو شر داده که اسم نیروی را که پشت سر این هستی هستش به مردم بگی کن الله خدای و تصرف مطلق در این هستی داره او خلقش کرده و مرادش هم اینه که این کائنات آباد بشه لکن در پرتو شریعت خودش در دین خودش امر و نهی خودش اوس که هم انسان و هم این کائنات رو خلق کرده و اوس که دین رو فرستاده ولذا حد اکثر حدود عقل اینه که انسان ایمان به نیروی خارقه بیاره که پشتر این هستی هست و اقول فطری هم با, با, دیگران در این مورد یکیه اما اسم این نیرو چیه؟ از ما چه میخواد؟ این نیاز به رسالت داره، نیاز به پیانبر داره و رسا فلاسف خودشون رو بدبخت کردن نسبت به همین نیرو و ما مق... که از ما چه میخواد؟

برای پیغمبران گوش نکردن مگر اونهایی که خودشون نجات دادند و ببب... چه بسا بعضی خودکشی کردن از فلاسفه بعضی سرگردانی و حیرانی رسیدن برای که عقل مجالش اونجا نیست مجال عقل معورات طبیعی نیست مجال عقل اشوی مادیه ولی خودشون و دیگران رو زحمت انداختن و یه مثالی رو من از شیخ شرعوی براتون نقل میکنم خدا رحمتش کنه میگه این مثال رو فراموش نکنیم اگه من شما در یه اتاق نشسته باشین و یه خانه درشم بسته ناگهان زنگ میخوره زنگ در میخوره و همه من شما متفقین متفق میشین که پشتار یک کسی هست که در میزنه این متفق علیه لیکن تصورش آیا زن مرد جوان چه رنگ شیخ پیرمرد چیه هر کسی تصوری میکنه این در, در اصل موضوع همه متفقات که در در میزنه ولی فلاسفه بهتر بود که اینجا از رسولان خدا گوش میکردن تا خودشون رو به این همه گمراهی نمیداختن و خداوند از خلال رسول ما را هدایت میکنه که خالق این هستی منم و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا آیا من پروردگار تو نیستم گفتن چرا ما شهادت میدیم این شهادت فطرته و این فترت این سرشت در بچه ای که از مادر میاد میزایه وجود داره تا از مادر که میزایه دهن به پستان مادر میبره حتی اگه مادر خوابیده باشه شی... پستان مادر رو میگیره شیر میخوره این چیه؟ این فطرته این غریزه و این فطرت این سرش من شما رو از بسیاری از گمری ها باز میداره و شما وقتی که دست و چشم بچه نزدیک و چشماشو میبنده کی بیش یاد داده؟ هیچ کسی غریزه و ولزا خداوند منو شما رو شاهد گرفته بر وحدانیت خودش نباید دنبال مرد پرستی بریم امام پرستی بریم رضا پرستی و علی پرستی و ایسا پرستی و بقیه پرستش که شیطان راضی میکنه این همه قرآن تحکید میکنه بر خدا پرستی و و شهادت یک نوع اقراره و اقرار همچنان که اهل فقه میگن سرور ادله هاست شما وقتی دیگری رو شاهد میگیرید ممکنه شهادت در وقت شهادت شهادت نده لیکن وقتی خودتون اعتراف میکنید این بالاترین درجه شهادته تا اینکه روز قیامت نگوید که انا کنن هذا غافلین ما غافل بودیم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام <applause> عليكم ورحمة الله وبركاته <سلام> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جعلنا نشكركم السلام